همانطوری که قرآن معصوم است، لا یأتی الباطل لا من بین یدی ولا من خلفه، امام هم اولی الامر هم معصوم است. و همین اسمت رو باز پیغمبر در حدیث ثقلین که یک حدیث معتبر متواتری است که سنی و شیعه با اسناد مختلف و معتبر نقلش کرده اند، همین اسمت رو پیغمبر اونجا هم ملاحظه کرده. میفرماید چی؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی، بعد دو انگشت سبابه خود را اینگونه نگه می‌دارد. می‌فرماید ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا و این دو لا یفترقا حتی یردا علی الحوض، از هم جدا نمی‌شوند، با همان و هر یک از دیگری به شما خبر می‌دهند. قرآن از اهل بیت خبر می‌دهد، اهل بیت از قرآن خبر می‌دهند. نتیجه این که شعار فقط خدا یک شعار باطلی است. نتیجه دوم، شعار فقط قرآن یک شعار باطلی است. ما فقط خدا نداریم. کجای قرآن خدا گفته فقط خدا؟ نوعاً خدا وقتی که خودش را در قرآن مطرح می کند، بلا فاصله رسولش را مطرح می کند. اگر ولایت خودش را مطرح می کند، ولایت رسولش را مطرح می کند. دنبال ولایت رسول، ولایت اولی الامر را، ولایت الذین آمنوا و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون را مطرح می کند. اگر بحث اطاعت خودش را مطرح می کند، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اصلا فقط خدا شعار وهابیت، فقط کتاب خدا شعار عمر ابن الخطاب. کجای کاری؟ چرا فریب میخوری؟ چرا هی میای به من میگی حاج آقا فقط از قرآن برای من دلیل بیار؟ بر چی من باید فقط از قرآن برات دلیل بیارم؟ کی اجازه رو به من داده یا به تو داده؟ وقتی پیغمبر در حدیث متواتر معتبر مورد قبول فریقین سنی و شیعه میفرماید من دارم میرم دو وزنه سنگین علمی، دو مرجع علمی که اسمت هم دارد بین شما میگذارم و میروم، یکی قرآن یکی اهل بیتم، من برای چی فقط از قرآن برای تو دلیل بیارم؟ و اهل بیتم هستم. فقط قرآن هم مرا فریب میدهد هم تو را. اینا باید یاد بگیریم که تو بازار اگر یک وهابی مسلکی که الان این بلوچا دیگه خودتون دارید میبینید عمدن میان تو کوچه ها و خیابونا و بازارها راه میرن تا خودشونو نشون بدن، خودشونو اثبات کنن، تا 50 سال دیگه بگن ما از 50 سال پیش تو مشهد زندگی میکردیم، ما از جنس خود شمایی، اینا نقشه است برای 50 سال دیگه. بعد کم کم وصلت میکنن، اصلا زن من مشهدیه، دختر من تولدش تو مشهده. بعد این افکار مسموم را به خورد بچه شیعه ها بدن، یواش شواش مغزا رو شستشو میدن، آروم آروم فلسطین در مشهد شکل میگیره. مگه یهود چه کرده؟ یهود رفتن اولا رو افکار یه عده از مسلمانای ساکن در فلسطین کار کردن، بعد اومدن زمیناشون رو با قیمت 2 برابر 3 برابر خریدن، وجهه بین المللی هم برای خودشون درست کرده. آقا خریدی؟ هلدی؟ مالکی؟ کجای کاری؟ یک حرکت نرم بی سر و صدا. بعد شما اگه بنا باشه توی این مجالس فقط سینه بزنیم که الان مد شده. از این ورم شیعه ها در نهایت ضعف و استضعاف فکری، جوان شیعه تا منبر برپاس بیرون مجلس گپ میزند و موبایل بازی میکند، مداح که میاد تازه نه هر مداحی، مداح خودش، یعنی اگر مداحی بهتر از مداح خودش بیاد روزه بخونه مجلس بچرخونه، نه به دلش نمیچسته، از عشقش نمیاد. مداح خودش که میاد تازه شنگول میشه، سرحال میشه، هنون نخونده اه 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 یک گریهای مسخره ادابازی. اینا یعنی چی؟ بعد از همین جوان 20 سال دیگه سوال میکنی تو برای چی دنبال امام حسینی؟
اگر یکی بگه فقط از قرآن دلیل، جواب داری؟ نه، بلد نیست. طرف میگه آجا عموی من 40 سال پای دیک امام حسین بود. 40 سال کم نیست. یعنی اگر ما حساب کنه از سن 15 سالگی رفته پای دیک، 55 سال از عمر این آقا گذشته، یا نهیز دیک مثلا 60 سال. میگه الان منکر همه چی شده، نه کربلا را قبول داره، نه سیاه پوشیدن برای امام حسین را قبول داره، نه سینه زدن، نه گریه کردن، نه پا منبر نشستن. به زنمون میگم این عموی ما مشکلش چیه که نماز میخونه؟ بهش میگم چه پچه نماز میخونی؟ گفت نه، نماز تشکر از خداست، نمیشه نخونی. گفتم پس توی اعتقادی داری به خدا، ریشه کل دین رو نزدی، برای چی اینجوری شدی؟ گفت پا ماهواره میشینه. شبکه وصال، شبکه نور، شبکه کلمه، که شعارشون فقط خداست، شعارشون حسبنا کتاب الله و عمر ابن الخطابه. مخی آقا رو خوردن. چرا تو 40 سال پای دیک امام حسین نشستی حالا برگشتی؟ چون پا منبر ننشستی، فقط پا دیک نشستی. حالا یه عده‌ای پا مداح فقط میشینن، پا منبر نمیشینن، چیز یاد نمیگیرن، در حالی که امام صادق فرمود من دوست دارم بر سر جوانهای شیعه با تازیانه بکوبم، اینا عارف به دین، عارف به خدا گردن، احادیث ما را بیاموزن، بفهمن کی بودن، کجا بودن، برای چی خلق شدن، چه مبدعی دارن، چه منتهایی دارن، چه تکلیفی خدا براشون جعل کرده و قرار داده. چرا پیغمبر اینقدر حرص خورده؟ چرا حدیث ثقلین بیش از حدیث غدیر که علامه امینی برای اثبات اون 20 جلد کتاب نوشته؟ چرا حدیث ثقلین اسنادش و متنش بیش از حدیث غدیر است؟ خیلی مهمه. استاد ما حضرت آیت الله وحید خراسانی حفظه الله با یک مجموعه از شاگردانشون این حدیث ثقلین رو تحقیق کردن، فقط در مآخذ شیعی اون 2 جلد شده، در مآخذ عامه حدود 11 جلد میشه. نه یعنی چی؟ یعنی این که بابا حدیث ثقلین مهمه، مقارنه بین قرآن و امام مهمه، اینو باید به جوون به بچت از سن 4-5 سالگی بفهمونی. اگه تو ما رمزون جلسه قرآن میگذاری کنارش جلسه حدیث و خوندن حدیث و حفظ حدیث و تفسیر حدیث پیغمبر و آل هم باید بگذاری، فقط قرآن شعار سنیاست. اینو بفهم، هی نگو ما با هم برادری. چه برادری؟ بله برادری به معنای عام، ما با مسیحیت هم برادری، ما با یهود هم برادری. امیرالمومنین فرمود تو یه نوع برادر داری تو زندگی مادی دنیوی، همسایت مسیحیه، باید رعایتش کنی، ماشین نباید در خونش پارک کنی، اذیتش نباید بکنی. اگر شام پختی او گرسنه بود، یه پرس دو پرس به تعداد اونها در خونش باید ببری ولو مسیحی باشه. به این معنا بله ما برادریم، اما به معنای اخوت دینی ابدا نداریم همچی چیزی. انما المؤمنون اخوه، یه حرف خدا تو قرآنه. اگه قرآن هم میخوایی شعار قرآن حسبنا کتاب الله بدی، قرآن میگه انما المؤمنون اخوه، نه انما المسلمون. و خود فرق اسلام و ایمان رو هم قرآن بیان کرده. باز اینم قرآن، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان اونیه که تو دلت راه پیدا کنه، اسلام اونیه که بر زبونت جاری میشه. ایمان اونیه که تو دلت راه پیدا کنه و آثارش در اعمال و گفتار و رفتارت ظاهر شود. الایمان به قول امام هادی که سند را میرساند به خاتم الانبیا از اجدادش یک به یک نقل میکند، کراوی وقتی این حدیث رو شنید گواه نمیدونم سندش رو یاد داشت کنم یا خودش رو، این قدر سند قشنگه. شما از پدرتان، پدرتان از پدرشان، پدرشان از پدرشان، همینطور سند میرسد به خاتم الانبیا.
الایمان ما وقرت القلوب و صدقت الاعمال. ایمان اونی که وارد دل شود و در دل رسوب کند، وقرت القلوب یعنی دل اون رو احترام کند، تعظیم کند، بزرگ بشمارد. ایمان اینه. بعد اعمال انسان اون باور قلبی را تصدیق کند، این ایمانه. اما اسلام چیه؟ الاسلام ما جرا به لسان. اسلام اونی که بر زمان جاری میشه و حلت به المناکحه، فقط ازدواج با یک مسلمان جایزه. تو میتونی زن سنی بگیری، آروم آروم هم شیعش کنی، اما با کافر نمیتونی ازدواج کنی، با مشرک نمیتونی ازدواج کنی. اینا رو دقت کنیم، اینا تو دل این آیه است که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اگه میخواید مؤمن بمونید، اما اگه میخواید مؤمن کیلویی و کشکی و ظاهری و قشری باشید، خب برو صوفی باش، برو عارف باش، برو فیلسوف شو، برو شاعر شو و شعر پردازی و خیال پردازی کن. شما ببینید شهدار مشهد امسال چیکار کرده تو مشهد؟ شعارهایی که به در و دیوار مشهد زده اصلا هیچ ربطی به ثقلین نداره، همش یه الفاظ گیج مبهمی که آدمو سوق میده به مثنوی مولوی، به دیوان حافظ، به خیال پردازی. بابا چهار تا حدیث امام حسین رو پخش میکردی، هدف حرکت سید و شهدا را. این حرفایی که من از خودم شروع میکنم، انشاء میکنم، فکر میکنم، خیلی هم شاعرانه است و خیلی زیباست، والحاصلش چیه؟ مردم اینا چی میفهم؟ بینی و بین الله بین سوال کنه شهدا، بگین آقا یا آقایی اعتراض رو کرده، سوال و پاسخ بود. شما اتاق فکر مگه ندارید؟ با چهار تا عالم مشورت کنین میخواد یه کاری، این همه هزینه از بیت المال، اقلن سخنان امام حسین سلام الله علیه یا سخنان پیغمبر راجع به امام حسین، مردم شخصیت امام حسین رو بشناسن. اینو چه والحاصلی داره؟ برای من نفهمیدم، هر چه فکر کردم، هر شعاری رو نگاه کردم، ما چی رو میخوای اثبات کنیم؟ مثلا پیغمبر نفهم بود انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین، کتاب الله و شعرا، کتاب الله و العرفا، کتاب الله و الفلاسفه. خب می فرمود دیگه، زمان ما رو دید، تا قیام قیامت هم دید. فرمود این که پیغمبر می آید ما را به قرآن و به اهل بیت می سپارد یک حکمتی دارد. این که می فرمود تمسک به ثقلین بکنید تا گمراه نشید، یک فلسفه ای دارد، حکمتی دارد. همینطوری گوتره و بی حساب که پیغمبر مثل ما حرف نمی زند. اینجا میرسیم به اون حرفی که دو سه شب پیش من گفتم، حرف منم نبود، حرف خود سید الشهدا سلام الله علیه. بینی و بین الله اگر همین حرف امام حسین رو تابلو میکردن، یه توضیح مختصری هم زیرش میدادن، چقدر شبهه ها برطرف میشد. که وقت محمد حنفی اعتراض کرد آقا چرا میرید کوفه؟ آخه کوفه رو شما میشناسید؟ مردم کوفه رو میشناسید؟ با پدرتون اونگونه رفتار کردن، با برادرتون امام حسن اونگونه رفتار کردن؟ از اون من ماموریتی دارم، باید برم. گفت نه آقا، یخت فکر کنید. شما ببینید اصلا نفس این اعتراض به امام، حکایت از عدم معرفت اعتراض کننده نسبت به امام دارد. و الا امام یعنی اولی الامر، امام یعنی قرآن ناطق، امام یعنی معصوم، امام یعنی حکیم، امام یعنی عالم به علوم اولین و آخرین، امام یعنی هیچ خبط و خطایی ندارد، نه در گفتار نه در رفتار. من از فعل امام باید حکمت کار او را بفهمم، نه اینکه به او اعتراض کنم. ولی خب دیگه کل به ناس علا قدر عقوله. فهمودم باش به فکر میکنم، ولی اینکه دلش به دست بیاد چون محمد حنفیه بود، این خوشحال که آقا میلن یه فکری میکنن انشالله به همون نتیجهی که او رسیده میرسن. سو اومد بینه چه میشید؟ ای امام حسین لشکر را انداختن و دست زن بچه هم گرفتن دارم میرن. گوه به من قول دی فکر کنید. فرمود دیشب وقت رفتم در بستر، بیا سایم
رسول خدا مقابلم ظاهر شد، فرمود یا حسین اخرج الى العراق فان الله شاء ان یراک قتیلا. خدا اراده کرده ترا در خونت غلطان ببیند. هم تو حاج واجمون یک نگاهی به رقیه 3 ساله کرد، یک نگاهی به سکینه کرد، به قمر بنی هاشم، به علی اکبر، به قاسم 13 ساله، گفت آقا خودتون میرید چرا دست زن و بچه رو گرفتید؟ شما که میدانید این راه پر خطر است. فرمود جدم رسول خدا فرمود اونها رو هم با خودت ببر. ان الله شاء ان یراه النسبا، یا خدا اراده کرد اونها را اسیر دست دشمن ببیند. و این متن سخن پیغمبرم هست. شبهه‌ای که به ذهن بعضیا میرسه میگن یعنی چی این مشیت؟ چه مدل مشیتی است؟ آیا مشیت و اراده تشریعی است یا مشیت و اراده تکوینی است؟ قطعاً تشریعی نیست. یعنی خدا روا ندانست کشته شدن امام حسین را، روا ندانست اسارت زینب کبرا و اهل بیت سید الشهدا را. پس اراده اراده تکوینی است. و اما اراده اراده تکوینی است، آیا علت تامه است؟ یعنی چون خدا خواسته امام حسین حتما باید کشته شود؟ نه، جزء العله است. بحث علمیه، چون سوال کردین مجبورم بگم دیگه. باز نگه چرا بحث علمی طلبگی کردیم ما نمیکشیم؟ شما فکر کنید دیگه، شما خودتون رو بکشین بالا، هی من خودمو بکشم پایین، مطلب افت پیدا میکنه. یه مقدار زحمت بدید به خودتون، بعدم مراجعه کنید، از علما سوال کنید تا خوب مطلب جا بیفته. ببینید در بحث مثلا آیه تطهیر هم قصه همینه. انما یرید الله، اونجا هم خدا اراده داره. لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، بعدش چی؟ شما بگید. و یطهرکم تطهیرا، خدا اراده کرده هر نوع رجس و پلیدی و ناپاکی و کفر و شرک و گناه صغیره و کبیره و صفات رذیله و خبط و خطا و سهو و نسیان را از شما بزداید و شما را به یک تطهیر و طهارت ممتازی تطهیرتان کند. خب این اراده خدا اینجا چیه؟ تکوینی یا تشریعی؟ شما بگید. یعنی خدا اراده که اهل بیت پاک بمانند، یکی نسبت به همه است، نسبت به ما هم خدا اراده که ما پاک بمانیم از کفر، از شرک، از گناه، از صفات رذیله. پس تشریعی نیست، چون انما دارد. انما یعنی مطلب انحصاری، فقط مخصوص شما، بقیه مسلمان ها قاطیش نیستن. پس اراده اینجا اراده چیه؟ تکوینی است، تشریعی نیست. تشریعی باشه یعنی بر شما واجب است پاک بمانید، این نیست. بر ما هم واجب است پاک بمانید از کفر، از شرک، از گناه، از اخلاق بد، از رفتار بد. پس اراده خدا تو آیه تطهیر اراده تکوینی است. خب یعنی چی؟ یعنی علت تامه است؟ نه. یعنی ائمه مجبورن پاک بمانن؟ مجبورن گناه نکنن؟ مجبورن خوش اخلاق باشن؟ مجبورن زاهد و متواضع باشن؟ نه، مجبور نیستن، لا جبر. ببین مجموع آیات و روایت رو باید سرهم کنیم. لا جبر، بله ولا تفویض. نه جبره که شما ناچار باشی پاک بمانی، نه واگذاری مطلقه که شما هر کاری بخوای بکنی بتونی بکنی. بل امران، بگید بین ال امرین، یعنی به قول استاد بزرگوار ما خدای رحمتش کند مرحوم میرزا علی آقای فلسفی، که ما 4 سال درس خارجی ایشون رفتیم، بعد رفتیم قم حدود قریب 30 سال پیش، ایشون میفرمود اگر یک کار 1000 تا مقدمه داشته باشه 999 تاش دست خداست، یکیش دست بنده. یعنی آسمون رو خدا باید خلق کرده باشه، زمین رو باید خلق کرده باشه، آب و دریا رو باید خلق کرده باشه، پدر و مادر و اجداد منو باید خلق کرده باشه، گیاهان را، گوسفندان را، اینا دیگه همه وسیله امرار معاش من و ادامه حیات من دیگه. خود منو خلق کرده، او
مغز و چشم و گوش و زبان و معده و قوه هاضمه و قوه دافعه و یعنی 999 تا مقدمش دست خداست که اگه خدا نخواسته بود و اینا رو نیافریده بود و تحت اراده و قدرت من قرار نداده بود، من هیچ کار نمیتونستم بکنم، نه معصیت میتونستم بکنم نه اطاعت میتونستم بکنم. یکیش دست منه، اون یکی اگه گفتی چیه؟ اون یکی که دست منه و اختیار منو اثبات میکنه او چیه؟ ها؟ بگین دیگه. یک اون پامن بر نشستین الحمدلله. اراده باریکرد. او اراده منه که من وقتی به فعل میرسم، حالا فعل میخواد اطاعت باشه، میخواد معصیت باشه، یه تأملی میکنم میبینم من میتونم این کار رو انجام بدم، میتونم هم ترک کنم. با همین وجدان من که من میابم میتوانم با اراده خودم الان این معصیت رو انجام بدم و میتوانم ترک کنم، دندون رو جگر بذارم، مخالفت با هوای نفس بکنم، شیطونم لعنت بکنم، از این لذت گذرای مادی بگذرم، همینجا اختیار من ثابت میشه. امام این گونه است. 999 مقدمه دارد پاک موندنش، اونا دست خداست، شرایط رو براش فراهم کرده. پدرش پاک، مادرش پاک، اشهد انکم فی الاصلاب الشامخه والارحاب المطهره لم تنجسک الجاهلیت بانجاسها. پدران همینطور تا آدم میری پاک، مادران همه پاک. ولی امیر المؤمنین اون لحظه ای که رو سینه ی عمرو بن عبدود نشست و خواست سر از بدن او جدا کند، وجدان کرد که میتواند او را بکشد و میتواند نکشد. اون لحظه ای که شمشیر رو بلند کرد به فرق عمرو بن عبدود کوبید، او را از وسط دونیم کرد، میتونست این کار رو نکند. کامی که نسبت به بعضی امیران این کار رو نمی کرد، گفتن آقا شما در بعضی از جنگ ها بعضی از دشمنان در اختیار شما، با یک اشاره میتونی بکشیش، چرا نمی کشتی؟ فرمود به صلبش که نگاه می کردم، مثلا در صلب پنجم، دهم، چندم، یه شیعه مؤمن می دیدم، برای حفظ اون شیعه او را نمی کشتم. وقتی پاک باشی افق دیدد اینقدر وسیع می شود. در این حال با اختیار گذشت میکنی، با اختیار مجازات میکنی، با اختیار ترک گناه میکنی، با اختیار شبی هزار رکعت نماز میخوانی. الله اکبر. وقت من تمام، انشالله فردا شب این بحث رو تکمیل خواهیم کرد. بیایم تو این دهه محرم و سفر امام حسین رو اینگونه بشناس که مشیت خدا نسبت به قصه سید الشهدا یک مشیتی است که نشأت میگیرد از حرکت ناجور خود مردم کوفه. مردم کوفه بد عمل کردند، 12000 نامه نوشتند، دعوت کردند حضرت ناچار بره، بعدم که مقابل حضرت ایستادن، خدا اینا رو مجبور کنه که نتونن امام حسین رو بکشن. لا جبره، جبری نیست، باید با اختیار خودشان امام حسین را نکشن. پس خدا خواسته یعنی دست اینا رو خوش نکرده، خدا خواسته یعنی یک بلایی، یک صاعقه از آسمان در صحرای کربلا نازل نکرده که 30000 نفر در جا بمیرن و نابود شوند و نتوانن امام حسین رو بکشن. به این معنا نخواسته و خواسته شهادت تو را. غیر از این که شهادت تو حکمت ها داره، هدایت ها به دنبال دارد. بینی و بین الله، اگه امام حسین شهید نشده بود، ما این شبا دور هم میشستیم، معارف اهل بیت میشنیدیم. اگه من تو تمام شهر اعلام میکردم آقا بیان میخوام یه معارفی براتون میگم، یک کدوم تو میومدی؟ شما چه ارادتی به من دارید؟ شما به عشق امام حسین اومدین توی مجلس، ما هم به بهانه امام حسین معارف اهل بیت برای شما میگیم. پس ببین شما سر سفره امام حسین نشستی، حالا فهمیدی خدا داره چیکار میکنه؟ چه معنا دارد ان الله شاء ان يراك قتيلا؟ و چرا اسارت اهل بیتم خدا خواسته؟ چون اگه عاشورا تمام میشد تو میافتی در مغازه دیگه،
هم باید بفهمی اسارت تا اربعین ادامه داره، ترک نکنی با ده روز آدم درست نمیشه، بعدش هم باید بری لباس مشکی رو بعد عاشورا هم نباید در بیار. اینا رو اگه خوب جمع کنه آدم میفهمد که مدیون به امام حسین است. حرف خیلی است. انشالله تتمه بحث فردا شب. یبن الحسن یا صاحب الزمان آجرک الله.